برنامه بیا گپ بزنیم در سال 2019 میلادی از سوی نهاد هنری و فرهنگی نهاد هنرسالار برای ترویج و آشنا شدن با فرهنگ‌های مختلف کشور در 7 ولایت افغانستان آغاز شد. هدف کلی این برنامه تبادل افکار میان جوانان ولایت‌های مختلف کشور برای همزیستن و رساندن صدای واحد همه جوانان افغانستان در مذاکرات صلح میان دولت جمهوری افغانستان و گروه طالبان میباشد. برنامه بیا گپ بزنیم از گفتمان‌ها و دیدارهای جوانان درباره مسائل مهم کشور و مردم به ویژه صلح و امنیت، حال و آینده کشور از سفر جوانان هلمند به ولایت باستانی بامیان آغاز گردید. آنان به بازدید بت و بودا، شهرهای غلغله و زهاک رفتند. با تمدن تاریخی بامیان و داشته‌های فرهنگی و اقتصادی و طرز و کار زندگی مردم بامیان بیشتر آشنا شدند. جوانان هلمند و بامیان با علاقمندی با هم گفتگو و گپ‌های دلشان را آغاز کردند. هلمند میزبان دختران و پسران بامیان شد، جایی که ده‌ها سال راجع به آن دگرگون شنیده بودند. آنان از چگونگی آموزش، مصروفیت و طرز کار هلمندی‌ها آگاه شدند. با مسئولین دولتی دیدار کردند، برنامه مشترک نقاشی را براه انداختند، از فابریکه حجاری و نجاری هلمند دیدن کردند و از تولیدات آن مستفید شدند. در سلسله سفرهای ولایتی، جوانان بلخ با دیدار و ملاقات با جوانان قندهار رفتند و از زیبایی های این سرزمین نامدار لذت بردند. آنان با هم جمع شده و بر مسائل مهم صلح و امنیت با زبانها و لهجه های مختلف روی هدف مشترک گپ زده، درد دلشان را گفتند، یک جا با هم به خرقه مبارک رفتند، برنامه دایر کرده موسیقی قندهاری شنیدند. جوانان بلخ بلافاصله به پذیرایی جوانان قندهار از آنان در شهر مزار شریف با دل گرم استقبال کردند. یک جا به مرکز فرهنگی مولانای بلخ رفتند و با آثار آنجا معرفی شدند و مشترک با هم نقاشی کردند و گپ‌های دلشان را به هم رسانیدند. دختران و پسران قندهار و مزار صبحگاهان به زیارت حضرت علی رفته و به خاطر صلح و امنیت افغانستان و سعادت مردم دعا کردند. سرزمین هنرپرور هرات باستان با شادمانی و لبخند از جوانان ننگرهار استقبال کردند. جوانان یک جا به شهر هرات رفته و از پیشرفت‌ها و تمدن هرات آگاه شدند. از گالری‌ها با دقت کامل دیدار داشتند، در مسجد جامع و تاریخی هرات دعا کرده، به قلعه اختیارالدین و زیارت خواجه عبدالله انصاری رفته و با هنر و فرهنگ تاریخی هرات بیشتر آشنا شدند. ننگرهار همیشه بهار با دریاهای سرشارش به جوانان هرات خوش آمدید گفت. سبزه ها و گل های خود را بر روی آنان فرش کرد. یک جا با هم به گفتگو نشستند. به دیدار مسئولین دولتی رفتند، محافل موسیقی برگزار کردند و بزرگترین نمایشگاه نقاشی زنده خیابانی را در باغ سراج العمارت با اشتراک صدها شهروند براه انداختند و نماهای مردم را در صندوقهای درد دل جمع کردند و همه با هم از پارک دکتر ناکامورا بازدید کردند. کابل، قلب افغانستان، مرکز داغ گفتگوهای جوانان شده، آنان در شرایط پس و کرونایی با هم یکجا شدند و روی مسائل گوناگون مانند حفظ صحت و سلامتی، آموزش، کار، اقتصاد، جنگ، امنیت، صلح، بیکاری، آزار و اذیت، منع خشونت، تفریح، ورزش و ده ها موارد دیگر که در برگیننده زندگی دختران و پسران کابل و همه کشور است، در فضای گرم و صمیمانه با جدیت با هم بحث و گفتگو کردند و با راه اندازی نمایشگاه بزرگ نقاشی آرزوها و خواسته هایشان را برای آینده روشن و سعادتمند خود و مردم بیان کردند تا گپ هایشان به گوش های شنوا و مسئول برسد. بیا گپ بزنیم.